سرخطشان خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. ایالات متحده امریکا در پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان طرح حکومت افغانستان را تعقیب می کند. اظهارات تازه رئیس جمهور غنی در مورد تعامل واشنگتن با طالبان. ایالات متحده امریکا حال طرح ما را تعقیب می کند، نه کدام طرح دیگر. داعش در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت ایالات متحده است. هشدار تازه در مورد فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان و جنجالی شدن مبحث افشای اسناد محرمانه درباره عملکرد نیروهای ویژه هوایی استرالیایی در افغانستان. سلام، سیارزی هستم. با برنامه امروز پنجشنبه 13 ماه جون سال 2019 خوش آمدید. این برنامه در صفحه دری صدای امریکا در فیسبوک نیز به نشر میرسد. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. خبرها را با تازه ترین گزارش از افغانستان آغاز میکنیم. حمله انتحاری در شهر جلال آباد منجر به کشته شدن حداقل 8 نفر و زخمی شدن دست کم 11 نفر دیگر شده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که حمله در ناحیه ششم شهر جلال آباد بالای یک پسته امنیتی پلیس محلی صورت گرفته است. در عین حال فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار به صدای امریکا گفته که هدف این حمله زمرعی یک فرمانده پلیس محلی بود. او گفت که قماندان زمرعی در این حمله کشته شده است. دکتران در شفاخانه مرکزی جلال آباد به صدای امریکا گفتند که در جمع کشته و زخمی شدگان این رویداد پلیس محلی و غیر نظامیان شامل هستند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در این حال جنرال فرانک مکنزی فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده در شرق میانه میگوید گروه دولت دست اسلامی یا داعش در افغانستان یک تهدید بسیار نگران کننده برای ایالات متحده است. جنرال مکنزی میگوید جنگجویان داعش در افغانستان بسیار مایل به انجام حملات بر قلمرو آمریکا هستند، اما تا زمانی که این گروه تحت فشار قرار دارد انجام این حملات برای آنها دشوار خواهد بود. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس جنرال مکنزی این اظهارات را روز گذشته در آلمان به شماری از خبرنگارانی که او را در سفر 8 روزه اش به قطر، عراق، امارات متحده عربی و مصر همراهی می‌کنند ابراز داشت. این اظهارات جنرال مکنزی در حال ابراز شد که هفته قبل خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی و افغان گزارش داده بود که گروه داعش با از دست دادن خلافت نامنهاد سوریه و عراقشان در مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان اکنون توسعه می‌یابند. در این گزارش که نام مقام‌ها افشا نشده بود آمده است که گروه داعش به هدف حمله بر ایالات متحده و سایر کشورهای غربی جنگجویان تازه را در افغانستان استخدام می کند. در کابل رئیس جمهور غنی می گوید که ایالات متحده اکنون در ادامه مذاکرات با طالبان طرح صلح حکومت افغانستان را تعقیب می کند. از سوی دیگر برخی افراد نزدیک به طالبان می گویند که پس از بی نتیجه ماندن گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان و یا هم هیئت آمریکایی با طالبان اعتماد میان دو طرف ضعیف شده است. درخواست آتش بس اوربن کردیم، اونا قبول نکردن. مسئولیت از این خون در سخنرانی رئیس جمهور افغانستان با شورای علمای این کشور یک روز پس از دومین دیدارش با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان. آقای غنی از اجماع جهانی گفت که در پیوند به چگونگی صلح با گروه طالبان به میان آمده است. اجماع بین‌المللی مطلق وجود دارد و ایران برتان اطمینان میتونم که ایالات متحده امریکا حال طرح ما را تعقیب میکنه، نه کدام طرح دیگر. آقا ورزی مولید اوز پا وضاحت او دازه کده چی موقع موقف اصولی ده. رئیس جمهور افغانستان از تصمیمش برای رهایی زندانیان طالب نیز دفاع کرد و گفت امیدوار است که زندانیان رها شده وارد میدانهای جنگ نشوند. بار اول دی 20 سال آخر
یک تصمیم اصولی قانونی برای طبق فرمایش لوی جرگه افغانستان و درخواست شورای علمای افغانستان بندیان مخصوصی کرده دارد. او اول ورده چه طالبان منیلی دی چه دوی بندیان دی. شاید یو اندازه خطری، اما زی یقین لرم چه اکثریت دی دوی انشالله و تعالی بعد سولی سفیران سی ندی جنگ دوام دی. رهایی زندانیان طالب یکی از خواستهای گروه طالبان برای جلب اعتماد برای آغاز مذاکرات صلح نیز گفته می شود. مذاکراتی که 6 دور میان امریکا و طالبان انجام شدند و چگونگی آن بر روابط کابل و واشنگتن سایه افکندند. چنان که این چهره مشاور شورای امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد را به تلاش برای ایجاد اداره موقت و قرار گرفتن در رأس آن متهم ساخته بود. در روزهای کنونی من فکر میکنم که حکومت افغانستان قانی به نظر می آید، ولی به خاطر از اینکه سوء تفاهم بار دیگر ایجاد نشود، یک مکانیزم به خاطر تفاهم تعامل و در این زمان در بخش مذاکرات صلح از لحاظ زمانی و مکانی باید یک توافق و مکانیزم به وجود بیاید تا سوء تفاهم به وجود نیاید. حالا که روابط کابل و واشنگتن دوباره بهبود یافته است، روابط امریکا و طالبان شکننده شده است. این فرمانده پیشین گروه طالبان میگوید با آنکه دو طرف قرار است که مذاکرات صلح را ادامه بدهند، اما اعتماد بر همدیگر ندارند. دا چی اشرف غنی په دې باندې پوسو چې د طالبانو او د خلیلزاد تر مابین توافق نه راځي، نو د خلیلزاد او اشرف غنی تر مابین نږدېوالی سره رالی. نو زما فکر باندې زه خپله د دغه شان اوس چې ګورم د افغانستان د سولې په باب باندې ډیر مطمئن نه یم. قرار است که زلمه خلیلزاد هم در ادامه 8 دور سفرهایش به قطر برود و با نمایندگان طالبان گفتگوهای صلح را اثر گیرد. رئیس جمهور افغانستان نیز میگوید که در حاشیه نشست شانگهای در قرقیزستان با رهبران منطقه دیدار میکند تا اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان هم کامل گردد. سید حسیب مدودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. همچنان سفیر چین مقیم کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که کشورش تمایل دارد تا میزبان گفتگوهای صلح افغانستان باشد. طارق آریان، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در دیدار میان حمدالله محب و لیو جین سانگ علاوه بر تقویت روابط کابل با بیجینگ روی مسئله امنیت و مبارزه مشترک دو کشور علیه تروریسم صحبت شد. آقای آریان گفت که چین اطمینان داده که بیجینگ علاقه‌مند است تا زمانی که گفتگوهای صلح را بر رهبری و مالکیت افغانها تسهیل و میزبانی کند. دوستا، اظهارات رئیس جمهور غنی مبنی بر این که ایالات متحده اکنون در ادامه مذاکرات با طالبان طرح صلح حکومت افغانستان را تعقیب می کند، بیانگر تغییر احتمالی میکانیزم در مورد چگونگی ختم جنگ در کشور بوده می تانه. همچنان افراد نزدیک به طالبان دیدن در گزارش که میگن پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان امریکا و طالبان ممکن اعتماد بین دو طرف ضعیف شده است. مأموریت زلمه خلیلزاد وارد چه مرحله‌ای شده است؟ برای دریافت معلومات در این مورد فرصت داریم با خانم انارکلی هنریار، عضو سنای افغانستان، که به همین تازگی با آقای خلیلزاد در کابل دیدار هم داشته صحبت داشته باشیم. خانم هنریار سلام بر شما، تشکر از اینکه به استودیو تشریف آوردین. شما با آقای خلیلزاد از نزدیک دیدین، روحیه آقای خلیلزاد را چگونه یافتین؟ آیا در واقع اعتماد بین طالبان و جانب آمریکایی ضعیف شده؟ تشکر. به نام خدای بزرگ، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت همکاران عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون صدای آشنای آمریکا تقدیم می‌دارم. البته یک مسئله را اشاره کنم که صلح یک پروسه است و در این پروسه بسیار پستی‌ها و بلندی‌ها خواهد آمد تا بالاخره به یک نتیجه که هدف ماست، آوردن صلح دوامدار بر مبنای عدالت است، خواهیم رسید. ولی یک پروسه است چون وقت‌گیر هم است. طوری که می‌بینیم در این پروسه اجماع بین المللی به وجود آمده و اجماع منطقوی در حال شکل گرفتن است که در خود سخنهای جناب آقای خلیلزاد بود. و این اجماع منطقوی درست است که کشورهای منطقه هم در صلح افغانستان باید نقش اساسی را بازی کنند تا ای که صلح دائمی در افغانستان بیاید. اما ای که روابط طالبان با ایالات متحده آمریکا یعنی یک چیز فعلا خوب نیست، من فکر می‌کنم که
پروسه است، در این پروسه ای مسائل رخ میده و دوباره به شکل خاط برگشتن که روی امو نقشه را که لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان او را به حکومت افغانستان تقدیم کردن و حکومت افغانستان امو تصمیم لوی جرگه را امو مساوده را یا قطعنامه را که لوی جرگه برای حکومت افغانستان تقدیم کرد او را نقشه را صلح تعیین کردن و او هدف اهداف اساسی ما در او ذکر شده و او بعد از ایالات متحده امریکا که مذاکرات با طالبان میکنه در چارچوبکات ازو کنن. به این خاطر ما در این پروسه امیدوار هستم، ولی کشورهایی که قضایای جنگ تجربه کردن نصف عمر جنگ گذشته تا به پروسه صلح برن. در این پروسه باید ناامیدوار باشیم ولی ناامید نباشیم، وقتگیر است ولی به یک نتیجه خاطر رسیدیم. خانم مرکری، ما دوباره میخوایم پرسان بکنم که شما با آقای خلیلزاد از نزدیک دیدین، روحیش چگونه یافتین؟ آیا امید داره که طالبان در نهایت وارد یک مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان میشه؟ چرا امروز رئیس جمهور غنی به شکل جدی اعلان کرد که ایالات متحده گویا در تحقق روند مصالحه راهبرد حکومت افغانستان را پیش گرفته؟ این تغییر چه زمانی ایجاد شده؟ شما از صحبت های آقای خلیلزاد چه برداشت کردین؟ البته حفظ موقف حکومت افغانستان در این پروسه بسیار مهم است. هر گفتگو یا مذاکره که صورت میگیره خواست مردم افغانستان است که به رهبری حکومت افغانستان صورت بگیره تا ما از یک موقف قوی از یک آدرس صحبت کنیم. البته دیدار و ملاقات امیدوار کننده بود از نظر ما، بحثایی که در این مجلس صورت گرفت و سوالات و تشویشایی که از اقشار مختلف در این جلسه اشتراک کرده بودن بیان شد با آقای خلیلزاد و آقای خلیلزاد جوابهای قانع کننده به ما داد و رویش روی خوب بود و امیدوار کننده بود. و یعنی ما میخوایم بگویم که شما حتما از آقای خلیلزاد پرسان کردین که برای طالبا اعتماد داره، طالبا در نهایت صلح میکنه، اونا در پاسخ شما چی گفت براتون مشخصا؟ البته درست که سوالا مطرح شد ولی جواب از اونام بود که درست یک پروسه است و در اینجا مشکلات را هم روبرو خواد شدیم در این پروسه و بالاخره با این مشکلات مبارزه هم خواد کردیم، بالاخره به هدف اساسی خود برسیم. چون در جنگ افغانستان یک جنگ تحمیلی است که تحمیل شده بالای ما، اگر از هر طرف افراد از بین میرن، از هر دو طرف همگی افغان هستند، صلح در بین افغان ها یک مسئله بسیار اساسی و مهم است. ولی در این قسمت اینا امیدوار بودند که روابطی که در اخیر روابطش در دو طرف ضعیف شده، ولی روابط در نشست های بعدی، صحبت های بعدی که نشست دور هشتم آغاز میشه، این روابط تقویت خواهد پیدا کرد، پس حالت خوب برگشت. شما بعد از صحبت با آقای خلیلزاد میبینین چین هم تلاش داره نشان بده که تمایل داره برای میزبانی مذاکرات، از طرف هم روسیه، از او سو آلمان؟ وقتی با آقای خلیلزاد صحبت کردین، آیا احساس میکردین که ایالات متحده در یک نقطه ضعف قرار داره و یا هم آقای خلیلزاد و میخواید کمک از جانبین به ویژه حکومت افغانستان بگیره به خاطر رسیدن به یک ختم جنگ یا خیر؟ البته در این پروسه درست که نقش کشورهای جهان که در این قسمت اجماع بین المللی هم به وجود آمده و نقش کشورهای منطقه هم رول اساسی خود در اینجا بازی میکنن. البته تنها ایالات متحده امریکانه، تمام کشورها که به مو هدف اساسی که همه ما دنبال از اوستیم صلح در افغانستان است، نقش اساسی خود را باید بازی کنن که اولین نشست هر دو طرف هیئت افغانی و طالبا که از طرف کشور آلمان شاید جایش هم تعیین شود برگزار خواهد شد، یک نشست خواهد بود که بالاخره زمینه را مساعد خواهد شما در اون نشست دعوت شدیم برای مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان. من فکر میکنم که نه ایالات متحده امریکا در این قسمت تلاش های زیاد کرده، ولی نقش کشورهای منطقه و کشورهای جهان در این پروسه بسیار مهم است که همشان باید در اینجا نقش خود را بازی کنند. خانم هنریار، فقط منیس آخرین پرسش، آیا شما در نشست بعدی آنچه بین الافغانی عنوان میشه دعوت شده است، شما حضور می داشته باشین؟ خوب تا بال لیست که ترتیب شده یا
رسمن تا بال فیلن از ما دعوت نشده، خب به هر صورتش ارعایت که از جانب افغانستان در این نشست شرکت میکنه، چون صدای ملت افغانستان است باید یک صدا باشیم و صدای مشترک ما بر روی میز مذاکره کشانده شد، بر ما این مهم است. خانم هنریار بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت خود صرف برنامه کردین و امید بحث در برنامه بعدی. موفق باشید. در استرالیا دیوید ویلیام مکبراید، وکیل مدافع سابق نیروهای نظامی استرالیا، برای نخستین بار امروز به اتهام تشریک اسناد محرمانه درباره عملکرد نیروهای ویژه هوایی استرالیا در افغانستان با شبکه‌های خبری استرالیا در محکمه عالی استرالیا حضور یافت. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیم مشرف می‌شنویم که در استودیو هستند و در برنامه با ما هستند. آقای مشرف سلام و دوباره مانده نباشین. در مورد اسناد که آقای مکبراید به نشر سپرده و پروسه ای محاکمه اگر کم معلومات بده. سلام سیار جان خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز تلویزیون. این وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا در مورد اتفاقات به رسانه ها معلومات داده که در سال 2013 این حضور نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان رخ داده و وی آن را شرم ملی عنوان کرده است. دیوید مکبراید امروز به خبرنگاران گفت که وظیفه داشت به عنوان یک افسر نظامی کارهای نادرست جنرالان و وزرای حکومت استرالیا را در مورد عملیات نظامی سربازان کشورش در افغانستان افشا کند. افشای اسناد باعث شد که هفته گذشته پلیس استرالیا در دو روز پی در پی به دفتر شبکه خبری ABC در سیدنی و منزل یک خبرنگار در کمبرا تهاجم ببرد تا اسناد محرمه به دست بیاره. در حالی که جان گریفیتس قاضی محکمه فدرال استرالیا میگه که قوانین فدرال از این کشور اطلاع دهندگان و افشاگران به عنوان افراد غیر قابل نفوذ، تکنیکی بی‌نظیر و قابل تحمل حراست میکنه، مکبراید مسئولیت برای اطلاع دهندگان و افشاگران در استرالیا رد کرده و او را مضحک خواند. بیاین یک جا به گزارش گوش بدیم. مکبراید 55 ساله که روز پنجشنبه پس از حضور در محکمه به ضمانت آزاد شد، قرار است به تاریخ 27 جون دوباره در محکمه حاضر شود. سارنوالان در یک درخواست 11 صفحه‌ای تقاضا کردند تا بخش‌های محرم شواهد در محکمه در عقب درهای بسته شنیده شود. مکبراید میپذیرد که اسناد را که افشا کرده اساس تحقیقات شبکه خبری ABC در سال 2017 در مورد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان بوده است، اما تمام ادعاهای وارده جانب سارنوالان را نپذیرفت. فکر میکنم آنچه انجام دادم وظیفه وطن پرستانه من در قبال این کشور بود و از آن خوشحالم. بسیاری موضوعات را که امنیت ملی نام داده اند در حقیقت یک شرم ملی است. یک بار تبرئه شوم، تردید ندارم که رسانه ها و جهان درباره آنچه اتفاق افتاده خواهند شنید، چون واقعیت این است که هیچ کدام آن حقیقتا مربوط به امنیت ملی نیست. مکبراید علاوه کرده که آنچه در اختیار رسانه ها قرار داده همه در مورد اتفاقات است که 10 سال قبل در یک منطقه کوهستانی در افغانستان و پارلمان استرالیا رخ داد. این وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا تاکید کرد که در سپتامبر سال گذشته متهم به افشای اسناد سیری شده، اما تا هنوز سارنوالان نتوانستند شواهد کافی جمع آوری کنند. در صورتی که وی مجرم شناخته شود کم از کم به 60 سال زندان محکوم خواهد شد. استرالیا پس از حمله 11 سپتامبر 2001 میلادی تعهد کرد نیروهای نظامیش را به افغانستان بفرستد که بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی در مشارکت با کشور هلند در اروزگان حضور داشت که عمدتاً روی فعالیت‌های نظارتی و ساختمانی متمرکز بود. مکبراید که دو بار در افغانستان انجام وظیفه کرده، جزئیات بیشتری درباره آنچه در سال 2013 در منطقه کوهستانی افغانستان رخ داده و وی شاهد آن بوده است ارائه نکرد. تمام جزئیات را قرار نیست بیان کنم، اما آنچه دیدم مرا ناراحت ساخت. من شاهد کشتار در رواندا بودم، شاهد درگیری با طالبان در افغانستان بودم، اما آنچه در سال 2013 در حکومت استرالیا و رهبری نیروهای دفاعی این کشور رخ داد بدتر از هر اتفاق دیگر است که من در زندگی شاهد آن بودم. آنچه دیدم اذیت کننده بود و هنگامی که هر استرالیایی در مورد آن بشنود و تأثیرات آن را درک کند، از استرالیایی بودن خود خواهد شرمید. استرالیا عضو ناتو نیست، اما سربازان آن کشور در ائتلاف به رهبری ایالات متحده در افغانستان مصروف انجام وظیفه اند. در حال حاضر این کشور در افغانستان 300 سرباز دارد که مصروف آموزش و تربیه نیروهای نظامی افغانستانند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آیات الله علی خامنه ای رهبر ایران و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن گفت که ایران با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد. آقای خامنه ای دیدارش با صدر اعظم ژاپن در تهران گفت که شخص رئیس جمهور ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیام نمیداند و هیچ پاسخی هم به او نداشته و نخواهد داشت. ایالات متحده ضمن تمایل به خاطر مذاکره با ایران تحریم های بیشتر را برای آن کشور وضع کرده است. رئیس جمهور ترامپ گفته بود که هرگاه ایران آماده باشد مایل است با تهران وارد گفتگو شود. صدر اعظم ژاپن که در یک سفر تاریخی دو روزه به ایران سفر کرده و روز گذشته در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته بود که به هر قیمت باید جلو جنگ و افزایش تنش در منطقه شرق میانه گرفته شود و اعلان کرد که ژاپن میخواهد نقش گسترده ای را در این زمینه ایفا کند. در این حال نیروهای بحری ایالات متحده با دو کشتی نفتکش که در آبهای دریای عمان در آن انفجار صورت گرفت و عقیده بر آن است که بر این دو کشتی حمله شده است کمک میکند. شرکت های اداره کننده این کشتی ها میگویند که عمله آنها نجات داده شده است. ماه گذشته نیز 4 کشتی نفتکش در سواحل امارات متحده عربی مورد حمله قرار گرفت که تنش میان آمریکا و متحدین آن در خلیج فارس افزایش داشت. ایران امروز حملات یاد شده را مشکوک اعلام کرد. قیمت نفت نیز در بازارهای جهان افزایش یافته است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی تعهد کرد که در برابر حمله حوثی‌های یمنی بر میدان هوایی در جنوب عربستان عمل متقابل انجام داد خواهد داد. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی ائتلاف یاد شده نشر شد، در این حمله به شمول 3 زن و 2 کودک 26 نفر زخمی شده است. اعلامیه میگوید این حمله نشان می‌دهد که شورشان حوثی اصلی پیشرفته از ایران را به دست آوردند و این حمله امکان دارد یک جنایت جنگی تلقی شود. ایران اتهامات را رد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که تیرگی روابط بین مسکو و واشنگتن روز افزون است. آقای پوتین در یک مصاحبه که امروز نشر شد دلیل بدتر شدن روابط بین دو کشور را تعزیرات وضع شده از سوی ایالات متحده برای روسیه خواند. اظهارات تازه آقای پوتین در حال پخش شده که رئیس جمهور ترامپ دیروز اعلان کرد که در حاشیه نشست سران گروه G20 با همتای روسی خود در ژاپن ملاقات میکند. کرملین تاکنون خبر این ملاقات را تایید نکرده است. انتظار می‌رود که نشست سران گروه G20 در 28 و 29 ماه جون سال جاری میلادی در ژاپن برگزار شد. و رئیس جمهور ترامپ در موافقتنامه توسعه همکاری نظامی با پولند نیروهای اضافی آمریکایی را به آن کشور می‌فرستد. همکارم ژیلا نوری در برنامه ما ماست با جزئیات بیشتر. ژیلا جان سلام، دوباره و مانده نباشین. نکاتی که در موافقتنامه همکاری نظامی با پولند از جانب آمریکا برجسته شده چی است؟ اجازه شما مانده نباشین. رئیس جمهور ترامپ در خط سفید از آندژی دودا رئیس جمهور پولند پذیرایی کرد و در کنفرانس خبری با هم حضور یافتند و موافقتنامه گسترده نظامی را با پولند رئیس جمهور ترامپ اعلام نمود که طبق موافقتنامه حدود 1000 منصوب نظامی ایالات متحده از پایگاه نظامی آمریکا در از آلمان به پولند فرستاده خواهد شد و همچنان پولند طبق موافقتنامه قرار است که از ایالات متحده لوازم جنگی نیز خریداری کنه. پاتسی کوئتسا را از قصد سفید گزارش آماده کرده که من به توجهتون میرسم. بر فراز قصد سفید جت جنگی مهاجم F-35 که پیشرفته ترین نوع طیاره جنگی امریکا از پرواز کرد و دلیل آن امضای قرارداد رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور پولند است که طبق آن پولند این نوع طیاره‌های جنگی را از امریکا خریداری میکند. ماه گذشته بسیار خرسند شدم که پولند اعلام نمود میخواهد 32 طیاره F-35 که شما همین حالا آن را دیدید خریداری کند. بر علاوه فروش جت های F-35، رئیس جمهور ترامپ گفت حدود 1000 نفر منصوب نظامی را به پایگاه آمریکا در پولند میفرستد. این رقم بر 4000 منصوب نظامی آمریکا که در پولند مستقرن اضافه خواهد شد. سال گذشته پولند چندین سیستم های پیشرفته آمریکایی راکت های سیار را نیز خریداری کرد. دودا رئیس جمهور پولند که یک ملی‌گرا است سال گذشته حزب رازگرای او به خاطر تبلیغات ضد مهاجرت برنده شد. برای حفظ پایگاه نظامی آمریکا در پولند او نیز تلاش نموده و حتی وعده نمود که پایگاه نظامی را به نام فورت ترامپ یا قلعه ترامپ نامگذاری میکند. او اعلام نمود که حضور نظامی آمریکا در پولند را به دلیل دفع تهدیدات احتمالی روسیه افزایش خواهد داد. البته که این کار مربوط تصمیم ایالات متحده می شود. قانونگذاران دموکرات از رئیس جمهور ترامپ خواستند تا رئیس جمهور پولند را به خاطر تأمین دموکراسی و حقوق بشر در آن کشور تحت فشار قرار دهد. گروه های حقوق بشری در پولند میگویند وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است. اما رئیس جمهور ترامپ میگوید او نگران تنزیل حقوق بشر نیست.
در جریان این کنفرانس خبری همچنان اعلام شد که رئیس جمهور ترامپ احتمالا در ماه سپتامبر به پولند سفر میکند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت حکومت مرکزی رفتار خشونتبار مظاهره کنندگان در هنگ کنگ را شدیداً تقبیح می‌کند و حمایتش را از حکومت هنگ کنگ ابراز می‌دارد. زد و خوردها بین مظاهره کنندگان و پلیس پس از آن آغاز شد که صدها تن و دلیل مظاهره علیه پیشنهاد هنگ کنگ جهت استرداد مجرمین و حکومت مرکزی چین در جاده‌ها باقی ماندند. جین شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت از حکومت هنگ کنگ در رسیدگی به این وضع به اساس قانون حمایت می‌کند. فکر میکنم که مفکوره آما در هنگ کنگ با رفتاری که ثبات و شکوفایی را متاثر سازد مخالف است. هیچ جامعه متمدن تحت زعامت قانون این گونه اعمال غیر قانونی را که صلح را تخریب و به قانون به اعتنایی کند تحمل نمی کند. از جانب دیگر در واشنگتن رئیس جمهور ترامپ به روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد که چین و هنگ کنگ قادر به حل موضوعاتی که منجر به مظاهرات وسیع روی سند پیشنهادی استرداد مجرمین به حکومت مرکزی چین گردید باشند. دلیل مظاهره را می دانم، اما مطمئنم که قادر به حل آن خواهند بود. امیدوارم بتوانند آن را با چین حل کنند. در حالی که آقای ترامپ از جانبداری از جوانب ذی‌دخل خودداری کرد، وزارت خارجه ایالات متحده و عده از قانونگذاران کانگریس می گویند در نگرانی شهروندان هنگ کنگ شریک هستند. از آنچه که در هنگ کنگ اتفاق می افتد وحشت زدم. نیروهای امنیتی هنگ کنگ علیه مظاهره کنندگان صلح‌آمیز از خشونت کار می گیرند. این باید متوقف شود. پلیس هنگ کنگ به روز چهارشنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشکاور و گلوله های روبری کار گرفت. مظاهرات بزرگ روز یکشنبه صلح‌آمیز بود، اما ناآرامی های روز چهارشنبه قانونگذاران هنگ کنگ را واداشت تا مذاکرات تعیین شده روی سند استرداد مجرمین را فسخ کند. مخالفین اقدام استرداد مجرمین به چین آن را تاخت و تازه بیجین به سیستم قضایی مستقل هنگ کنگ می دانند که به حکومت کمونیست اجازه می دهد مخالفین و کسانی را که خوش ندارند از بین ببرند. اما رهبر هنگ کنگ می گوید چیزی را که به نفع هنگ کنگ نباشد انجام نمی دهم. هنگ کنگ از زمان تسلیمیش از برطانیه به چین در سال 1997 شاهد چندین مظاهره بزرگ بوده است. اما چنین معلوم می شود که در قسمت جلوگیری از دست‌درازی های چین کمتر موفق بوده است. فعالین می گویند این مظاهرات برای حفظ خودمختاری هنگ کنگ بسیار مهم است. با این حال سازمان دهندگان مظاهرات تعهد کردند که به روز یکشنبه آینده مظاهرات وسیع دیگری را راه اندازی کنند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. بال هم فشرده ای از رویدادهای جالب جهان از همکارم خدیجه و ما علی کوزین. کانادا تیم روباتیک یک پانتون اسرائیل درون را طرح کردند که می تواند مثل تیاره پرواز و با نزدیک شدن به زمین تغییر شکل دهد و مثل موتر نیز حرکت کند. فرانسه رقبا مسابقه را با گذشتن از روی تناب در جنوب فرانسه به نمایش گذاشتند. 20 شرکت کننده در این رقابت فاصله 800 متر را به ارتفاع 300 متر پیمودند. بریتانیا شاهزاده ویلیام و همسرش کیت از یک مزرعه نگهداری گوسفندان در بریتانیا دیدار کرده و پشم گوسفند را قیچی کرد. این زوج سلطنتی بازار این مزرعه را تماشا کرده و در فعالیت‌های سنتی دیگر نیز شرکت می‌ورزند. هند
مردم در ایالت اوتر پرادیش هند در جشنواره گنگا دوش را گرد هم آمده و مراسم مذهبی را ادا کردند. هندوها در این مراسم به غسل و مناسک مذهبی دیگر پرداختند. بخشداری در همینجا با پان میرسم. از اینکه ما را همراه بودین جهان سپاس. بخیر روز شما خوش. اما در نیم ساعت بعدی همکارم شایسته سعادت لامی میزبان شماست.